تو این ویدیو میخوایم بریم سراغ مچ کردن رنگ های دو تا عکس با هم و داخل پروژه کامل با هم تجربه بکنیم. سلام عرض میکنم خدمت دوستای خوبم، به استودیو من خوش اومدید. من میثم خادم پور هستم و با یکی دیگه از آموزش های فتوشاپ در خدمت شما. تو این آموزش میخوایم بریم سراغ مچ کردن رنگ ها با هم. وقتی یک ابجکتی رو وارد یک تصویر دیگه ای میکنیم، طبیعتا از نظر نور و رنگ با هم متفاوت هستن. اینو با هم تجربه بکنیم و یه پروژه کامل رو با هم اجرا بکنیم. اگه این ویدیو رو داخل کانال یوتیوب من دارید نگاه میکنید، بهتون پیشنهاد میکنم که حتما گزینه سابسکرایب رو بزنید، علامت زنگوله رو هم بزنید که اولین نفری باشید که ویدیوهای منو میبینید. و اگه داخل پیج اینستاگرام دارید نگاه میکنید، در انتهای آموزش اگه خوشتون اومد حتما لایک بکنید، کامنت هم بذارید و دوست داشتید برای دوستاتون هم ارسال کنید. خب بریم سراغ دسکتاپمون و ببینیم که چه اتفاقی افتاده و مراحل کاری که میخوایم انجام بدیم به چه شکل هستش. همونطور که میبینید من داخل دسکتاپ این عکس رو باز کردم و یه عکس دیگه هم از داخل اینترنت آوردم. اینا رو خاموش کنم که بهتون نشون بدم. این دقیقا آبجکتی هستش که من جداگانه آوردمش اینجا و خب میبینید که رنگ و نور این دوچرخه سواری که حالا من داخل خیابون قرارش دادم کاملا متفاوته با بک‌گراندم و باید ما فرایندی رو روش اعمال بکنیم و کارهایی رو باید انجام بدیم که رنگ و نورش با بک‌گراند اون یکی بشه، که خب این کار رو من قبلا انجام دادم، کاملا میبینید الان روشن میکنم و خب نکاتی وجود داره که باید حتما رعایت بکنیم تا به همچین تصویری برسیم. خب قبل از اینکه کارمون شروع بکنیم من دو تا نکته رو باید خدمتتون عرض بکنم. اونم این هستش که وقتی که یک آبجکت رو وارد تصویر میکنیم، حالا یک بک‌گراند میکنیم، از نظر رنگ و از نظر نور اینا کاملا با هم متفاوت هستن. یعنی یک بخش اون میشه تنظیمات نوری و یک بخش اون میشه تنظیمات رنگی. اما تو این تکنیکی که الان میخوایم با هم بریم جلو، نور و رنگ اون با هم تنظیم میشه. تکنیک های خیلی زیادی وجود داره، یعنی روش های خیلی زیادی وجود داره که میتونیم استفاده بکنیم و کالر مچ بکنیم، ولی این تکنیک روش کاریش به این شکل هستش که نور و رنگ رو همزمان با هم تنظیم میکنه، که خب ممکنه توی یک سری تصاویر جواب بده و ممکنه جوابم نده. ولی اینو باید تو ذهنتون داشته باشید که یک عکسی که حالا وارد شده از نظر نور به صورت جداگانه باید تنظیم بشه، از نظر رنگ هم به صورت جداگانه باید تنظیم بشه. حالا موارد دیگه‌ای هم هستش، مثلا پرسپکتیو هستش، سایه‌ها هستش، که من سعی می‌کنم تو ویدیوهای آموزشی آینده در مورد اینها هم صحبت بکنم. عکسی که انتخاب شده یک عکسیه که پرسپکتیو خاصی نداره و خب زیاد درگیر پرسپکتیو نمی‌شیم، ولی اگه یک زمانی عکس اون به این شکل باشه که آبجکتی که داریم واردش میکنیم باید بره توی پرسپکتیو، باید به یه سری نکات دیگه هم توجه بکنیم. خب اولین کاری که باید انجام بدیم اینه که بیایم بالا سر این لایه یک اجاستمنت بلک اند وایت بذاریم. چرا اجاستمنت بلک اند وایت؟ به خاطر این که شما خیلی راحت متوجه میشید که آبجکتی که وارد کردید داخل تصویرتون از نظر توان نوری چه مقدار متفاوته با بک‌گراندتون، و کاملا اینجا شما دارید میبینید که من خودم زوم کنم، کاملا میبینید که آبجکتی که وارد شده نسبت به بک‌گراند من روشن‌تره. پس بنابراین در انتهای کار من یک ترکیب رنگ و یک نور کاملا کمتر دارم. چرا؟ چون باید با بک‌گراند من یکی بشه. این اجاستمنتی که من اینجا گذاشتم یک اجاستمنت هلپ هستش، یک اجاستمنت کمکی هست و اصلا به پروژه کاری ما هیچ ربطی نداره، فقط برای این هستش که من متوجه بشم که چقدر اختلاف دارم نسبت به آبجکتم و بک‌گراندم از نظر نور. که خب یه بار اینو نگاه میکنیم و اینو پاکش میکنیم، میریم سراغ اولین مرحله‌ای که باید انجام بدیم. اولین کاری که باید بکنیم اینه که از هر دو تای این لایه‌ها، یعنی لایه بک‌گراند و لایه یکی که حالا وارد این لایه بک‌گراند شده یا داکیومنت اون شده، یه کپی میگیریم. خیلی راحت اینجوری میکشمش، میندازم اینجا، اینم به همین صورت، و این لایه بک‌گراند کپی رو میارم بالا. و اگه دقت بکنید این دوتا دقیقا همین دوتا هستن و از هر دوتاشون ما کپی گرفتیم. بریم سراغ لایه بالا که دوچرخه سوارمون هستش. آها اینجا یه نکته هم بهتون بگم، این عکس رو من قبلا برش دادم و شما باید حتما این کار رو انجام بدید، که توی مباحث بعدی در رابطه با برش هم صحبت میکنیم، ولی با ابزار پنتول من این کار رو انجام دادم. یعنی پیچیدگی خاصی نداشتش، خیلی راحت با پنتول تونستم برش بدم، ولی خب یه مقدار سخت بود سر
اینکه اجزاش خیلی زیاد بود، یعنی لای اون پرده ها هم مثلا پره های دوچرخه، رکاب، همه اینا رو من مجبور بودم که انتخاب بکنم و برش بدم. خب کپیمون رو انجام دادیم، هر دو تا لایه آماده هستش. از لایه بالا شروع میکنم، میرم در زیر مجموعه فیلتر، در قسمت بلر گزینه‌ای داریم به اسم اوریج. اوریج رو میزنم که یک میانگین کامل از تمام پیکسل های اون دوچرخه سوار یا اون آبجکتمون برامون میگیره. بعد میرم سراغ لایه بعدی که بک‌گراند کپی هستش. بازم میرم سراغ فیلتر، بلر، اوریج رو میزنم که اینم یه میانگین کلی بهم بده. خب کاملا اینجا متوجه میشید که ما الان یک رنگ بک داریم و یک رنگی هم داریم که آبجکتمون هستش، و برای اینکه آبجکتمون به اون رنگ بکمون برسه باید اینجا حالا بیایم یک نمونه گیری رنگی داشته باشیم از نظر کد و با استفاده از یک اجاستمنت کدهای RGB رو تغییر بدیم تا این دوچرخه سوار رنگش تبدیل بشه به رنگ بک. روش کارش به چه شکله؟ میای در قسمت ابزارها در زیر مجموعه آیدراپر ما یک گزینه‌ای داریم به اسم کالر سامپلر که این میتونه برای شما یک نمونه گیری رنگی بکنه بر مبنای کد. یعنی وقتی که من اینجا یک کلیک میکنم یک اینفوی برای من باز میشه، من میذارم اینجا که شما ببینید، یک اینفوی برای من باز میشه که توی قسمت، حالا این قسمت اینجا زده #1، منظورش همین تارگت 1 اون هستش، RGB رو مشخص کرده. میرم از بک‌گراند هم یک نمونه گیری رنگی میکنم و این میشه تارگت دوم و شما کاملا میبینید که RGB های تارگت 1 که دقیقا اینجا هستش با RGB هایی که در تارگت 2 هستش کاملا متفاوته. خب اگه دقت بکنید در تارگت 1 مون قسمت قرمز یا همون رد ما اینجا 211 داریم، اینور 30 داریم. در قسمت سبز یعنی چنل سبز 210 داریم، اینور 42 داریم. در بلو آبی 210 داریم، اینور هم 57 داریم. پس بنابراین تارگت 1 RGB هاش باید تغییر بکنه و تبدیل بشه به تارگت 2 و ما از این خاصیت استفاده بکنیم برای اینکه رنگ های اون دوچرخه سوار، اون آبجکتمون رو بالانس بکنیم نسبت به بک‌گراندمون. خب بالای دقیقا این دوچرخه سوار آبجکت یک اجاستمنت میارم، اجاستمنت لیولز میتونه خیلی به دردم بخوره اینجا، و نکته‌ای که اینجا خیلی مهم هستش اینه که شما باید حتما این اجاستمنت رو کلیپینگ ماسکش بکنید و تاثیرش فقط روی آبجکتتون باشه یا همون دوچرخه سوار باشه، که اینجا گزینه ای هستش. دقیقا این قسمت گزینه ای هستش که یه آیکونه، وقتی که کلیکش میکنید کلیپینگ ماسک میشه به لایه پایینی. با استفاده از دکمه آلت هم ما بین دو تا لایه میتونید این کار رو انجام بدید که اینجا حالا دیگه نیازی نیست چون توی قسمت پروپرتیز این گزینه وجود داره و میتونیم استفاده بکنیم. خب الان هر تغییری که اتفاق بیفته دقیقا روی این دوچرخه سوار هستش و هیچ مشکلی ندارم و مستقیما میرم سراغ کانال ها. از کانال قرمز شروع میکنم، کانال قرمز رو برای خودم فعال میکنم. دقت بکنید که اینجا ما باید از روش کاهشی استفاده بکنیم، یعنی از افزایشی به هیچ عنوان نباید استفاده بکنیم. کنترل پنل لیولز میتونه هم به صورت کاهشی هم به صورت افزایشی کانال ها رو جابجا بکنه از نظر توان رنگی و نوری، که حالا ما میایم سراغ اوتپوت لیول، دقیقا این قسمت، و از این زبان ها استفاده میکنیم. یه نکته بهتون بگم، آبجکتتون اگه رفته باشه به سمت روشنی شما باید حتما برید سراغ زبانه روشن، اگه آبجکتتون رفته باشه به سمت رنگ های تیره باید برید سراغ زبانه تیره، و اینجا چون ما الان میبینید که آبجکتمون روشن تر هستش مستقیما میایم سراغ زبانه روشن یا هایلایت ها و نگاه میکنیم به قسمت اینفو یا همون نمونه گیری های رنگی که انجام دادیم. خب 211 اونو باید برسونیم به عدد 30 و من این زبانه رو به سمت جلو هدایت میکنم تا برسه به عدد 30 که این هستش. حالا یه کوچولو این ور اونور اصلا مشکلی نداره. خب میریم سراغ کانال سبز، باز زبانه رو به سمت جلو هدایت میکنم، 210 باید بشه 42، دقیقا درست در اومد 42، اینجا هم 42. خب بریم سراغ کانال آبی، 210 رو باید بکنیم 57، زبانه هایلایت ها رو به سمت جلو هدایت میکنم تا برسم به عدد 57، این هم 55، 6 و 8. حالا ابی نداره، این اختلاف یه دونه عدد اصلا تأثیر زیادی نداره، و خب دیدید که اون دوچرخه سوار، اون آبجکتی که داشتیم دقیقا هم رنگ بک‌گراند بود. خب کارمون خیلی راحت شد، خیلی ساده شد، یعنی در اصل عملیاتمون اتفاق افتاد. کافیه که این دوتا لایه رو
پاک کنم دقیقا به این صورت و اینا رو هم ببندم که شما ببینید. بذارید اینجا هم اون تارگت همون هم برداریم. خب الان داره رو کل تصویر تاثیر میذاره. چرا؟ چون اون دو تا لایه رو وقتی پاکش کردم از حالت کلیپینگ ماسک خارج شد. دوباره رو ادجاستمنتش میزنم و باز این گزینه رو میزنم که کلیپینگ ماسک بشه. خب الان رنگ ها نسبتا نزدیک شد به بک‌گراندم. ولی یه اتفاقی افتاده. نور تصویر من کم شده. نور آبجکت من کم شده که خب اگه روی ادجاستمنتش بزنیم و تو حالت RGB باشیم، دقیقاً به این صورت میبینید که یک سری فضاهای خالی هستش و باید حتما اینو اصلاحش بکنیم. زبانه هایلایت ها رو میگیرم به سمت جلو هدایت میکنم و میبینید که تصویر چقدر تمیز روشن میشه. حالا میتونید از میدتونز ها هم استفاده بکنید، چون دقت بکنید الان بک‌گراند ما پر کنتراست هستش و خب آبجکتی که الان ما تغییر رنگ دادیم کنتراستش کمه. از زبانه میدتونز ها استفاده میکنم که یک مقدار بهش کنتراست بدم، دقیقا به این شکل. و خب تا اینجا مراحل کاری که اومدیم خوب بود. میرم سراغ یک اجاستمنت دیگه. اجاستمنتی داریم به اسم برادنس و کنتراست که میتونه خیلی کمکمون بکنه. چرا؟ چون برادنس میشه بازتاب نور و اینجا میتونه توی تصویرمون خیلی تأثیر بذاره. ولی نکته که باز اینجا وجود داره اینه که شما باید حتما کلیپینگ ماسکش بکنید. برادنس یه مقدار افزایش میدم، در کنارش کنتراست هم افزایش میدم. ببینید که چه اتفاقی میفته. چرا؟ چون میخوام اون توان نوری که توی بکم هستش روی این سوژم هم تأثیر بذاره و از نظر توان نوری برابر بشن، که خب با چشم خیلی راحت میتونم اینو ببینم و تصمیم بگیرم. این تغییراتی هستش که داخلش افتاد. میبینید که تاچ‌های نوری خوبی ایجاد شد روش و کنتراستش هم رفت بالاتر. و یک کار دیگه هم میشه انجام داد. خیلی راحت میتونیم بریم سراغ یک ادجاستمنت دیگه. یه کرز بذاریم اینجا. با استفاده از کرز هم میتونیم یه مقدار، البته بعد اول کلیپینگ ماسکش بکنیم، میتونیم یه مقدار از نظر هایلایت‌هامون رو کنترل بکنیم. یعنی مناطق تیره اصلا به هیچ عنوان دست نخوره، دقیقا به این شکل. و فقط مناطق، ببینید، فقط مناطق روشن یا هایلایت‌هامون تغییر بکنیم. که خب حالا میتونیم خیلی بیشتر از این روش کار بکنیم. یه مقدار زمان میبره. مثلا من میتونم بیام توی قسمت آبی، دقیقا اینجا تو مناطق هایلایت مثلا آبی رو یه مقدار کم بکنم. چرا؟ چون روی پوستش میخوام تأثیر رنگ قرمز باشه. خب باید برم حتما سبزم کم بکنم. میبینید؟ الان توی مناطق روشن داره این اتفاق میفته. میتونم برم سراغ قرمز ها بگم توی مناطق روشن قرمز بیاد، ولی توی مناطق تیره این اتفاق نیفته. به این صورت. خب یه نگاه کلی بندازیم ببینیم که خب تقریبا مت شده. یه چند تا نکته بهتون بگم. مناطقی که الان آبی هستن داخل آبجکت من، مثل پوستش، بیان خود جلوتر ببینید. شاید تو نگاه اول ببینیم که خب چرا باید آبی باشه، باید رنگ پوست داشته باشه. ببینید دوستان، اینا همه برمیگرده به بک‌گراند من. اگه دقت بکنید مناطق روشن داخل بک‌گراند من آبی هستش و مناطق تیره هم اینجاها قسمت‌هایی هستش که رنگش رفته به سمت سرمه‌ای. حالا یه قسمت‌هایی هم داریم که از رنگ زرد هستش، ولی دلیل نمیشه که داخل تصویر ما باشه. چرا؟ چون آبجکت من یا اون آدمه، اون دوچرخه سوار، جایی قرار گرفته اون رنگ‌ها روش تاثیر نمیذاره و رنگ محیط داره روش تاثیر میذاره. پس بنابراین از نظر عقلانی هم باید اینجوری نگاه بکنیم که خب اون رنگ زرد اگرم بخواد روش تاثیر بذاره، باید پشت سوژه من تاثیر بذاره و کل رنگ‌های فضا باید روی خود سوژم تاثیر بذاره. پس بنابراین این کاری که انجام دادیم درست هستش و میره به سمت همین رنگ‌های آبی. در واقعیت هم اگه عکاسی بشه بدون استفاده از نورهای استدیویی، میره به سمت رنگ آبی و کلاً تم آبی میگیره. و خب کار من تا اینجا خوب بود، ولی باید یه کارهای دیگه هم انجام بدم. اگه دقت بکنید یه مقدار مصنوعی هستش. علتش چیه؟ سایه ها هستش. داخل این تصویری که قبلا کار کردم ببینید، سایه ها باعث شده که شما متوجه بشید که این دوچرخه قشنگ روی سطح نشسته و هیچ فاصله ای نداره و احساس نکنیم و یک جای دیگه وارد تصویرمون شه. پس بنابراین باید بیایم سایه ها رو بسازیم. چجوری باید سایه ها رو بسازیم؟ هم میتونیم از خلاقیت خودمون استفاده بکنیم، هم میتونیم از اون عکسی که جداسازی رو انجام دادیم استفاده بکنیم. طبیعتاً هر جایی که باشه، تو فضای بیرون باشه، داخل استودیو باشه،
ازش عکاسی کرده باشن یک سری سایه باید داشته باشه. خب من اینو جدا سازی کردم، الان عکسش رو ندارم بتونشون بدم، ولی سایه هایی که ایجاد کردم دقیقاً سایه هایی هستش که مال خودشه و فقط ساختمشون. روش ساختش هم خیلی ساده است. توی این تصویر قشنگ میتونم بتونشون بدم. میریم سراغ لایه بک‌گراند و یه مقدار بیشتر زوم میکنم. از یک ابزار استفاده میکنم مثل پولیگونا، این ابزار میتونه خیلی کمک بکنه بریم الان، و میام اینجا دقیقا به این شکل یک مثلث شبیه مثلث رسم میکنم و از لایه بک‌گراندم با زدن دکمه کنترل جی یک کپی میگیرم. بعد میرم سراغ بلندینگ مود ها و بلندینگ مودش رو میذارم رو حالت مالتیپلی دقیقا به این شکل. خب مالتیپلی میتونه یک نتیجه تیره تر برای ما داشته باشه و ما اومدیم از خود پیکسل های بک‌گراندمون استفاده کردیم، یعنی از پیکسل بک‌گراندمون کپی کردیم گذاشتیم رو خودش و فرمان مالتیپلیش بهش دادیم که گفتیم برو به صورت از متد مالتیپلی با لایه پایین ترکیب شو که یک نتیجه تیره هستش و از اوپاسیتی میتونم استفاده بکنم برای اینکه اینو کم ترش بکنم. ولی خب لبه هام لبه های تیزی هستش، باید برم در زیر مجموعه فیلتر قسمت بلر گازیان بلر یه مقدار بهش بلر بدم که لبه های نرم تری داشته باشه، مثلا عدد 3 فکر میکنم مناسبه. اینجوری میتونه حس خیلی بهتری برای ما داشته باشه برای بینندمون و خب مجبوریم که قسمت به قسمت این کار رو انجام بدیم. نیا کنید الان زیر سطح دوچرخه این اتفاق افتاد ولی زیر لاستیکا ما سایه نیاز داریم، باید حتما براش درست بکنیم که طبیعی تر بشه. باز مجدد میرم سراغ لایه بک‌گراندم، یه حالت زوزنقه مانند، البته نه اول اینو بسازیم بعد بریم سراغ یک مثلث کوچیکترم اینجا درست میکنم، یه مقدار سطح بیشتری از پایین چرخ‌ها رو میگیرم، ازش کپی میگیرم، از لایه بک‌گراند کپی میگیرم، بلندینگ مودش رو میذارم رو مالتیپلی، باز به این شکل میشه. اینجا اوپاسیتی رو نسبت به قبل یه مقدار بیشتر کنترل میکنم، یعنی سعی میکنم تیره تر باشه و میرم سراغ گازیان بلر در زیر مجموعه فیلتر، اینجا یه مقدار با عددهای کمتر ماتش میکنیم. خب یک پله اینجا ایجاد شد دقیقا این قسمت، خب که خیلی راحت برای این لایه یک ماسک میسازم، ابزار براش مشکی رو انتخاب میکنم و با کلیک کردن این قسمت سعی میکنم اون پله رو از بین ببرم. خب ولی همچنان زیر چرخمون نیاز به یک تیرگی بیشتر داره. باز میرم سراغ لایه بک‌گراندم، این بار میرم سراغ همون زوزنقه ای که قبلا صحبت کردیم، دقیقا به این شکل، خیلی سطحش کمتر هستش. کنترل جی کپی میگیرم، بلندینگ مودش رو میذارم به حالت مالتیپلی، دقیقا به این شکل شد و بلر گازیان بلر یا گازیان بلر عدد 1.5 مناسبه، خوبه، میبینید که یک سطح خیلی خوبی رو ایجاد کرد. حالا باید بریم برای چرخ جلو هم این کار رو انجام بدیم، دقیقا به همین شکل از لایه بک‌گراند یک کپی میگیرم، بلندینگ مودش رو میذارم مالتیپلی و فیلتر بلر گازیان بلر، اینم خوبه. یادتون باشه که این اتفاقهایی که داریم میفته، این سایه هایی که داریم درست میکنیم، حتما باید لایه پایین آبجکتمون باشه، یعنی نباید بره بالاتر، باید بیاد پایینش که سطح پایین رو پوشش بده. خب بیایم عقب‌تر نگاه کنیم، به نظر من خوبه، یه جایی یه ایرادی داره، اونم پای سمت چپ دوچرخه سوار هستش که اونجا هم باید یک سطح تیره تری داشته باشه و الان احساس میکنیم که رو هواه. خب مشکل نداره، برای اینم یک فضای طراحی میکنیم دقیقا مثل چرخ ها، به این شکل این قسمت رو انتخاب میکنم، سعی میکنم که فرم پا رو رعایت بکنم، لایه بک‌گراند یک کنترل جی میذارم کپی، میام بلندینگ مودش رو میذارم رو حالت مالتیپلی و بعد میام در زیر مجموعه فیلتر بلر گازیان بلر یک بلر بهش میدم، عددش خوبه و اوپاسیتیش رو یه مقدار کم میکنم. ببینید این قسمت اینجوری پر بکنم، کار ما کامله و آبجکتمون وارد کردیم،
رنگاشو درست کردیم، نورش هم درست کردیم، سایه ها هم ایجاد کردیم و خب اگه دوست داشتیم میتونیم تا همین مرحله رهاش بکنیم و اگه خواستیم بیشتر بریم جلو میتونیم بالا سر همه این لایه هامون یک اجاستمنت کالر لوکاپ بدیم و بیایم مثلا یک کالر لوکاپ مثل این کالر لوکاپ استفاده بکنیم، نایت فور دی کالر لوکاپی هستش که تمام رنگ ها رو تحت تاثیر خودش قرار میده و میتونیم فیلش رو کم بکنیم به این شکل مثلا 50% که تمام رنگ هامون با هم از نظر ساختار رنگی تغییر بکنه که اگه یک جایی هم سوتی باشه پوشش بده و بعد از این میتونیم بریم سراغ یک اجاستمنت دیگه مثل کروز و یه مقدار نور تصویرمون رو به این شکل روشن‌تر بکنیم به این صورت. من یه مقدار زوم میکنم که شما بهتر ببینید. یکی از تکنیک‌های دم دست و ساده‌ای که میتونیم رنگ‌های دو تا تصویر رو با هم مچ بکنیم دقیقاً همین تکنیک هستش. البته اول ویدیو بهتون گفتم که ممکنه که با تصویر شما هماهنگ نباشه و شما مجبور باشید برید از روش‌های دیگه استفاده بکنید. معمولاً جواب میده، حالا توی تمرین‌های خودتون توی تست خودتون متوجه میشید و با استفاده از خلاقیتی که حالا دارید و دانشی که از نرم افزار فتوشاپ دارید میتونید اینو قوی‌ترش بکنید. و اما مثل همیشه آخر ویدیوهامون گر نکوبی شیشه غم را به سنگ، هفت رنگش میشود 70 رنگ. دلتون شاد باشه، لبتون خندون، خدا نگهدار.